و خبرهای اقتصادی این ساعت خوش آمدید. نخستین بازار دائمی فروش تولیدات داخلی در هرات ایجاد شده است. در این بازار تقریبا 22 کارخانه تولیدی محصولاتشان را جابجا کردند. شماره از تولید کنندگان از ایجاد این بازار خوشبینند و میگویند تلاش میکنند که در قسمت رقابت با بازارهای خارجی اجناس با کیفیت را تولید کنند. آنها میگویند اگر دولت تولیدات داخلی را حمایت کند و جلو واردات مشابه را بگیرد، احتمالاً بازار تولیدات آنها رونق بهتری خواهد گرفت و کارخانه های بیشتری به فعالیت آغاز خواهند کرد. محسن کریمی گزارش میدهد. از سیر تا پیاز محصولات داخلی حالا اینجا در یک بازار مشخص به فروش میرسد. بازاری که جز تولیدات داخلی دیگر اجناس در آن دیده نمی شود. این بازار برای نخستین بار است که در هرات ایجاد می شود. تقریبا 22 کمپانی محصولاتشان را در این بازار جا به جا کردن. رئیس اتحادیه صنعتگران هرات میگوید در آینده ها این بازار جنب و جوش بیشتر خواهد گرفت و احتمالاً اقلام بیشتری از تولیدات داخلی در این بازار ریخته خواهد شد. اول از اینکه محصولات داخلی ما مجزا ساختن از واردات، از محصولاتی که وارد میشه به افغانستان و در این مارکت به دلیل از اینکه از اینها از اتحادیه صنعتگران و دفتر جی آی زد متقبل شده به خاطر مارکتینگ و بازاریابی و معرفی از یا و مصرف مثبت و درست از مردم باید قرارداد پایی شده که کسایی که در اینجا مغازه گرفتن باید قیمت ارزانتر ارائه بکنن و جنس با کیفیت. تمامی اجناس تولیدی کارخانه های فعال در شرک صنعتی در اینجا در معرض دید گذاشته شده است. مسئولان اتحادیه صنعتگران این ولایت میگویند تلاش میکنند تا دیگر اقلام تولیدی را نیز در این بازار جابجا کنند. شماره از تولید کننده های داخلی هم از ایجاد این بازار خوشبینند. آنها میگویند اگر دولت حمایت کافی از صنایع و اجناس تولیدی آنها داشته باشد، توانایی تولید محصولات با کیفیت را دارند. اما همواره کارخانه دارها از ورود اجناس مشابه گلایه دارند. تولیداتی که از خود افغانستان و صنعت که از افغانستان اینجاگا همه به نمایش گذاشته میشه، هر کسی که میخواد از یه تولید خود افغانستان استفاده کنه میتونه همه چی رو همین جا به دست بیاره. ما خواستیم که برای از اینکه اشتغال زایی بیشتر به وجود بیاد، ما به شرک صنعتی گنجایش 1,00,000 کارگر در شرک صنعتی داریم. متاسفانه ما تا 8 تا 10 هزار نفر فعلا داریم که اون قبلا تا 5 و 6 رسیده بود، به این 40 یا 50 روز که دولت جدید شده یک کم ذره رشد کرده رسیده به 10 هزار نفر. در حال حاضر حدود 470 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات وجود دارد که تنها 240 کارخانه فعالند. صنعتگران در این ولایت میگویند حمایت نکردن دولت از محصولات داخلی، نبود برق کافی و ورود اجناس مشابه به بازارهای کشور از عمده‌ترین دلایلی هستند که باعث شده ده‌ها کارخانه دیگر در این شهرک از فعالیت باز بمانند. این برای نخستین بار است که چنین بازار برای فروش محصولات داخلی در هرات ایجاد می شود. آنگونه که تولید کنندگان در هرات می گویند تقریبا 22 قلم داخلی در این بازار به نمایش گذاشته شده است و از این پس نسبت به بازار هرات در این مارکت این محصولات با 30% ارزانتر به فروش میرسد. حالا پرسش اینجاست که چقدر این بازار خواهد توانست در آینده نیز چون این محصولات داخلی را این گونه به فروش برسانند و با قیمت مناسبتر نسبت به بازار. محسن کریمی، آریانا نیوز، هرات.